سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. اهمال در رسیدگی به وضعیت درمانی زندانیان سیاسی یک زندانی دیگر را زیر خاک فرستاد. هنوز خاک آرامگاه بهنام محجوبی درویش زندانی خشک نشده است که خبر می‌رسد ساسان نیکنفت، زندانی سیاسی محبوس در زندان فشافویه، به خاطر کوتاهی مسئولان زندان جانش را از دست داده است. سازمان زندان‌ها در اطلاعیه‌ای علت مرگ آقای نیکنفت را خودکشی عنوان کرده و گفته که این زندانی پیش از این نیز سابقه خودکشی داشته و این بار با قرص به زندگی خود پایان داده است. اما همبندی‌های ساسان می‌گویند ما هر چه فریاد زدیم که به فکر مداوای بیماری ساسان باشید، آنها توجه نمی‌کردند. روزهایی که با هم میگذروندیم اینو حس میکردم که ممکنه این بچه اینجا از بین بره. بارها به مسئولانی که اومدن زندان به نمایندگی از ساسان گفتم شرایط ساسان مناسب زندان نبود. توانایی تحمل زندگی توی زندان رو نداشت، اما هیچ کس اقدامی انجام نداد. علی شریف‌زاده وکیل ساسان نیز گفته همراه پدر و مادر او شکایتی با موضوع قتل عمد در دادسرای جنایی ارائه کرده و خواهان روشن شدن چگونگی جان باختن نیکنفت شده ایم. موضوعی که در مورد بهنام محجوبی هم طرح شد، اما بعد از 4 ماه هنوز روشن نشده که علت قتل بهنام چه بوده و در گزارش پزشکی قانونی او چه نوشته شده است. در این برنامه دیدگاه همراه با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، دلیل درگذشت ساسان نیکنفت را بررسی می‌کنیم و می‌پرسیم این بار چه کسی مقصر مرگ زندانیان سیاسی است. کمپین حقوق بشر ایران در بیانیه مسئولیت مرگ ساسان نیکنفت را متوجه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی منصوب او در قوه قضاییه کرده است. آقای امیر مقدم، سازمان شما مسئولیت مرگ ساسان نیکنفت را متوجه علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی کرده. استدلال شما برای این حرف چه بوده؟ این به طور کلی در واقع در همه کشورها مسئولیت سلامت و جان زندانیان بر عهده سیستم قضایی است. در جمهوری اسلامی خب ما یک سیستم قضایی مستقل نداریم و رئیس قوه مستقیما از طرف رهبر نظام یعنی علی خامنه‌ای منصوب میشه و به همین دلیل هر اتفاقی که برای این زندانیان پیش بیاد در زندان‌ها مسئولیتش بر عهده اوناست. حالا علاوه بر این متاسفانه علائمی وجود دارند که نشون میدن که این اتفاقها در واقع اتفاق نیستند، بلکه بیشتر شباهت به یک جریان داره که زندانیان سیاسی و امنیتی هم مورد اذیت و آزار قرار میگیرند و هم اینکه امکانات درمانی ازشون سلب میشه و این بیشتر به نظر من به یک قتل آمدانه شباهت داره تا مرگ به خاطر یک بیماری. سازمان زندان‌ها یک اطلاعیه داده و گفته دلیل درگذشت ساسان نیکنفت خودکشی بوده. از سابقه خودکشی قبلی اون هم صحبت کردن. با وجود اطلاع قبلی چرا دادیار ناظر بر زندان اون رو اصلا به پزشکی قانونی معرفی نکرده بوده؟ ببینید، حالا خود این اطلاعیه هم سوال‌های بیشتری رو در ذهن ما برمی‌انگیزه، چون که قبل از اینکه کلاً گزارشی از طرف پزشکی قانونی بیاد چطور سازمان زندان ها میتونه علت مرگ رو تعیین بکنه؟ و من فکر میکنم در واقع خود این کار، این اطلاعیه عجولانه، این هم مشکوک است و هم اینو نشون میده که مثل اینکه از قبل تعیین کردن، قبل از اینکه پزشک قانونی این مسئله رو بررسی کنه تصمیم گرفتند که دلیل مرگ آقای نیکنفت رو خودکشی اعلام کنند. ولی خب همونطور که شما هم گفتید ایشون سابقه بیماری‌های مختلفی داشته، از جمله مشکلات اعصاب و روان، و وکیل و اعضای خانواده‌شون هم در گذشته بارها گفتند که اون تحمل حبس رو نداره، ولی با این وجود ایشون رو زندان کردند و رسیدگی‌های لازم رو هم انجام ندادند و این مسئولیت هم سازمان زندان‌ها هم رئیس قوه و رهبر جمهوری اسلامی رو بیشتر میکنه در این قضیه. آقای امیر مقدم، اساساً چرا باید در زندان شرایط خودکشی فراهم باشه؟ البته ما خب هنوز نمیدونیم که کلاً این مسئله خودکشی بوده یا نه، ولی گزارش‌های دیگه از افراد دیگری که در زندان‌ها بودند اینو نشون میده که گاهی وقتا حتی
مسئولان زندان و به خصوص نهادهای امنیتی شرایط رو فراهم میکنند برای اینکه زندانیانی که به خصوص حالا مشکلات اعصاب و روان دارند و به خصوص پس از دوره‌های طولانی مدت سلول انفرادی که تحت شدیدترین فشارهای روحی هستند، در واقع این امکان براشون فراهم شه که دست به چنین کاری بزنن. علت درگذشت بهنام محجوبی هم از طرف سازمان زندان‌ها خودکشی عنوان شد، همونطور که میدونیم هممون. شباهت هایی که پرونده ساسان و بهنام داره چه چیزهایی هستن آقای امیر مقدم؟ خب علاوه بر این که هیچ کدام از اونها، یعنی هم نه ساسان نه بهنام، در واقع نمیبایستند محکوم شن، چون که ببینید اتهام این افراد اتهام هایی است که در کشورهای آزاد که به حقوق بشر احترام میذارند آزادی بیان اونا رو در بر میگیره. این که اتهامشون توهین به رهبری یا تبلیغ علیه نظام هست، خب این اول که اصلا قرار نبود، یعنی نمیبایست اینها زندون بشن. در وهله دوم هر دو بیماری هایی داشتن، مشکلات اعصاب و روان داشتند و رسیدگی به این مشکلات نه تنها در زندان نشد بلکه تحت فشار بیشتر هم قرار گرفتن. در واقع این افراد، یعنی هر دوی اونها، از حق درمان محروم بودند که این به خود مصداق شکنجه است و هیچ توجهی هم به درخواست خانواده و وکلا هم نشد که در هر دو مورد اصرار میکردند که این افراد شرایط حبس رو ندارن. وکیل ساسان نیک نفس میگه خانواده او به اتهام قتل عمد به دادسرای جنایی شکایت بردن. آیا شواهد کافی وجود داره برای اینکه سازمان زندان‌ها رو به قتل عمد منتسب بکنن؟ اگه ما در یک سیستم سالم، یعنی در یک کشوری که یک سیستم قضایی مستقل داره بودیم، این اتهامی است که وکیل فردی که در زندان حالا جونش رو از دست داده متوجه سیستم قضایی زندان می کرد. یعنی این یک امر طبیعی است وقتی که مسئولیت سلامت این زندانی بر عهده سازمان زندان هاست و غیر منتظره به این شکل جونش رو از دست میده، فرضیه اول قتل هست و این میتونه قتل عمد باشه. در واقع در این پرونده از اونجایی که مقامات قضایی و سازمان زندانهایش توجهی به در واقع اصرار خانواده و وکیل این فرد نداشتند، من فکر میکنم که در یک سیستم سالم قضایی رئیس زندان یا افرادی در این زندان متهم به قتل عمد میشدن. ولی متاسفانه در جمهوری اسلامی پاسخگویی نداریم و هیچ وقت وجود نداشته. آقای امیر مقدم، چرا اصلا صبر میکنن که کار یک زندانی سیاسی بیمار به مرگ بکشه؟ اینجا بازجوها و نهادهای امنیتی مقصرن یا کوتاهی از سازمان زندان هاست؟ اساسا میخوام بپرسم مسئولیت زندانی سیاسی، اختیارش که در بند جرائم عمومی نگهداری میشه، با چه کسیه؟ به نظر میاد که به طور کلی این یک امر سیستماتیک باشه که در مورد زندانیان سیاسی به کار میبرن، یعنی زندانیانی رو که حالا به خاطر فشارهای بین‌المللی، به خاطر فشار افکار عمومی نمیتونن حبسهای یا مجازاتهای سنگینتر براش صادر کنند، برای تحت فشار قرار دادن اینها، اونها رو بین زندانیان عادی و گاهن زندانیانی که جرائم خطرناک رو مرتکب شدن قرار میدن و هدفشون هم فشار بیشتر روی این زندانیان هست. مسئولیت این کار خب بر عهده هم سازمان زندان هاست و این امری نیست که سازمان زندان ها از اونجایی که به طور سیستماتیک اتفاق میفته در واقع به طور خودسر انجام بده. من فکر میکنم که هم رئیس قوه قضاییه و هم رهبر جمهوری اسلامی از این امر، از این مسئله خبر دارند و تا حالا در این سالها ما موارد متعددی داشتیم، هیچگاه به این مسئله رسیدگی نشده. یعنی هر سال ما مواردی رو داریم که زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانها مورد اذیت و آزار قرار میگیرند یا در بندهای معمولی هستند و بهشون رسیدگی نمیشه. این یک امر سیستماتیکه و مسئولیتش بر عهده قوه قضاییه و رهبر جمهوری اسلامی است. آقای امیر مقدم، درباره مورد بهنام محجوبی که من اشاره کردم، مادرش همچنان منتظر نظر پزشکی قانونیه،
تا علت مرگ فرزندش مشخص بشه. شما فکر میکنید خانواده ساسان نیکنفس پاسخ درخوری در این مورد خواهند گرفت؟ من فکر میکنم که این خیلی مهمه که خانواده و وکیل دنبال پاسخگویی باشند و همونطور که خانواده بنام محجوبی تلاششون رو ادامه دادن و همچنان ادامه میدن، اون هم این کار رو ادامه بدن، چون که تنها راه جلوگیری از اتفاقات مشابه اینه که هزینه این کار رو برای حکومت بالا ببریم. متاسفانه تجربه 40 ساله نشون داده که جمهوری اسلامی مقاماتش از رهبر تا کسانی که در این سیستم مسئولیت‌های بالایی دارند، اینا هیچگاه پاسخگو نبودند. ولی بعضی وقتا به خاطر فشار افکار عمومی و فشارهای بین‌المللی و بالا بودن هزینه مجبور به یک سری عقب نشینی ها میشن و من فکر میکنم که حالا شاید ما در این زمینه هم جوابی نگیریم، ولی این پیگیری ها توسط خانواده میتونه کمک کنه که این اتفاق، امکان افتادن اتفاق کمتر شه. بسیار سپاسگزارم از شما محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران از اسلو نروژ. ممنون که در این برنامه ما را همراهی کردید.